این قطع زمین معمولا برای بازارهای یک روزه و نمایشگاه موتورسیکلت استفاده می شود، اما امروز جایگاه گرد همایی متفاوتی است. سلام سلام سلام. شهرزاد افشین‌پور برگزار کننده این نخستین جشنواره ایرانی در استیت فیرگراوندز در شهر رالی در ایالت کارولینای شمالی بوده است. از روز اول خواستم هم اینجا باشه. فکری که من دارم اینه که ما فرهنگمونو به بقیه افراد این جامعه بخوام معرفی کنیم. شهرزاد اینجا رو برای برگزاری جشنواره در نظر داشت، اما در همان ابتدای کار متوجه شد که به دست آوردن اینجا کار ساده‌ای نیست. از اول که شروع کردیم هیچی پول نداشتیم. یکی دو نفر برای من ایمیل فرستادن که آیا کریزی؟ یه چند نفر اومدن گفتن که بذار اینا توی مدرسه یا توی یه دونه چرچ. من گفتم که من وقتم و تلف اون کار نمی کنم. بازم میشه مهمونی ایرانی و دوره هم گرد همایی ایرانی و من اینو نمیخواستم. برای همین به چندین نفر تلفن کرد و در چندین جلسه شرکت کرد و به این ترتیب توانست از طریق ایمیل دوستانی را پیدا کند که مشتاق بودن به آن کمک کنند. میان بهت کمک میکنیم از لحاظ پولی، از لحاظ وقتی و اینجوری شروع شد. الان به من تو راه میرن آدم ها چک میدن. و اینجا همه برای خوشگذراندن در پرداخت پول صحیح میشوند. ایرانی ها آمدن، خارجی ها آمدن، امریکایی ها همه. ما خوشحالیم که همه استقبال کردن، امیدواریم بهتر و بهتر بشه سالهای دیگه. مهمه که بچه‌ها فرهنگشون رو یاد بگیرن. خیلی کار خوبی دارن. و خیلی خوشحالم که فرصتی شده که بتونیم دور هم جمع بشیم و همدیگه رو ببینیم. فروشندگان ایرانی برای عرضه محصولاتشان به اینجا آمدند. آثار هنری گوناگون و فرش در این جشنواره برای فروش ارائه شده است. ابریشم هست. دوستان خیلی خیلی زحمت کشیدن. داروهای گیاهی نیز برای فروش ارائه شدند و معامله‌گران مسکن نیز برای تبلیغ کار خود به این جشنواره آمدند. امیدوار هستیم که سال دیگه خیلی موفق‌تر باشه. هدایایی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده که برخی با قرعه‌کشی و برخی بدون آن به آنها داده می‌شود و البته جای کباب که طعم غذای اصیل ایرانی را دارد در این جشنواره خالی نیست. زوج‌ها و خانواده‌هایی که به این جشنواره آمدند، برخی به عنوان برگزار کننده در آن حاضر شدند. برای اینکه خانممون دستور فرمودن. و برخی به عنوان شرکت کننده. خب شوهرم فلوت می‌زنه. در میان شرکت کنندگان احسان سامعی استاد دانشگاه و نوازنده فلوت کلاسیک. خیلی مهم هستش که آدم خودش رو بشناسه و فرهنگش رو بشناسه. آمریکایی‌ها اینجا هم مهم هستش که فرهنگ سنتی که در بین خودشون هست بشناسن، هم جنبه های سنتی فرهنگ ایران رو نشون میده و جنبه های مدرن رو فرهنگ ایرانی هم نشون میده. این دقیقا همون چیزی است که شهرزاد افشین‌پور می‌خواست. که این تصمیمی که من گرفتم هیچ لحظه ای حتی نه به خودم نه به هیچی شک کردم و کار سخت‌کوشانه ای نتیجه داد. برگزار کنندگان این مراسم تخمین زدند که بیش از 1200 بازدید کننده به این جشنواره آمدند. آنچه مهم بود، گذراندن زمانی خوش با دوستان و خانواده بود، فارغ از آن که اهل کجا بود. تهیه شده در صدای آمریکا، آرش عرب است.